آریانا سعید با دیدن خانه های ساخته شده توسط فرهاد دریا چه واکنش نشان داد؟ خدای من، این باور کردنی نیست. ادامه ویدیو را با ما همراه باشید. با اویی که اگر میخواستی خودت به خواهر، برادر، به فرزندانت، یعنی به پسر و دخترت، به همسرت که دوستش داری خانه بسازی، او را میخواستی به فرزندا و عزیزایت بسازی، یا تصویر پایانی را که تو به مردم نجیب با فرهنگ و شریف و هرات در شهر زیبای باستانی و تاریخی هرات ساختی، کدام یکی را؟ یعنی شاید باور نکنید و شاید هم باور کنید که این خانه ها در قرن 21 آن هم از سوی هنرمندان شناخته شده و میلیونر افغانستان ساخته شدند. هنرمندانی که از خود پولهای میلیونی دارند و جالبتر از آن با پولهای جمع‌آوری شده مردم این خانه ها ساخته شدند. خانه هایی که هزینه ساخت هر کدام آن 1500 دلار آمریکایی بوده و با نشر تصاویر آن همه انگشت به دهان شدند. ای خانه‌ای که شما جور کردین، نه یک سقف و نه دروازه دارد خداییم. فرهاد دریا نوشت نوشدارویی که سر وقت رسید. باور نکردنی تر از همه شکل عجیب این خانه هاست که به تنور و سفینه آدم فضایی ها یادداشت خوشپزی میماند. خانه هایی که گنجایش 12 نفر را در خود دارند، بدون حمام و آشپزخانه، بدون امکانات اولیه. واکنش های منفی چنان فراوان بوده است که حتی فرهاد دریا گفت تمام کامنت های منفی را پاک کرده است. بسیار با انتقاد از فرهاد دریا میگویند باید کار را به اهل کار سپرد. هنرمندان باید بخوانند. دست به ساخت و ساز خانه کار انجینران است. آقای فرهاد دریا پیسه که جمع کرده بود 7000 دلار که به هرات و مردم خانه جور کنند نتیجه است. این موضوع در افغانستان در میدیا واقعا جریان داره و مردم سرش بحث میکنند. لیکن ما به حیث مسلمان میخوام از اون بشنام که جواب از چیز دارم. لیکن مردم عمومی نظر من این خواد بود لطفاً به کسی که پیسه میدن یک دفعه پرسان کنن که این پیسه چه رقم مصرف میکنن، پلانشان چیست، تطبیق کنندگیشان کیست، خودشان میرن، شرکت استفاده میکنن، به نهادهای غیر دولتی، دولتی کار میکنن، چی پلان دارن، فقط پیسه را بده موضوع تمام. بازو باز میگن پیسه چطور شد، کار چطور شد، همی کار در جای دیگه هم شده. باید کمک ها به ارگان های شوک مسلکیستن و کارشان درست است، تطبیق کده میتونن، یک تیم خوب دارن، نظام خوب دارن، ای بسیار زود مهم است. دویم با آقای فریاد دریا مشهوری ما ای خواد بود. راست بگم یکی خاندانه خوش منم یه اگوریان سعید است، فریاد دریا است، لیکن به حیث یک کلان مشهوریم بهش خواد بود. به جایزی که خودت بری سرشتوکایی که حبیب رحمان از زمزمه کدن صحبت کنی و کار خود توجه بده، انشالله دو خیر خواد بود و این طوری چیزا رو جور نکنی. بلندترم 2000 سال پیش ای را جور میکدی منطقی بود، لیکن امروز منطقی نیست. سبحان الله. و ای یک بیباوری در بین مردم افغانستان جور میکنه و کسایی که واقعا میخوان خدمت کنن اونام زیر سوال میان. کوشش کنین که این کار را دوباره تکرار نکنین، به همراه مسلکتان پیش برین و در چی دست نزنین. جزاک الله خیره. خلاصه سر ساخت این خانه عالم جنجال و سرصداست. اما قسمت جالب ماجرا اینجاست که این خانه های تنوری که ظاهری آنها بداش خوشپزی میماند، با کمک و همکاری چندین هنرمند مشهور مانند خانم آریانا سعید، داود سرخوش، صدرالدین، هنرمند تاجیکی، رسانه آمو و خود فرهاد دریا و تعدادی از هنرمندان دیگر ساخته شده است. حالا تعداد هنرمندانی که در این پروژه و جمع‌آوری کمک‌ها سهم داشتند از جمله خانم آریانا سعید واکنش جدی نشان نداده است، اما احتمالاً بقیه کسانی که در ساخت این خانه‌ها سهم داشتند بعد از دیدن تصاویر این خانه شوک شده باشند و یا هم احتمالاً از قبل نظر آنها در این مورد پرسیده شده. به هر حال اگر صادقانه نگاه کنیم، توقعی همچین خانه‌هایی که نمیشه بالای آنها خانه نام گذاشت از هنرمندان شناخته شده که در میان مردم قابل اعتماد بودند نمیرفت. شخصا احترام ویژه به هنرمندان مانند فرهاد دریا قائل هستیم، اما ساخت چنین خانه آن هم در این زمان دور از انتظار است. دوستان نظرتان را کامنت کنید، آیا ساخت این خانه‌ها قناعت بخش است یا خیر؟ به صفت یک افغان معمیر میگم خانه‌ای که میخوابی جناب بابا چاکلیت، خانه‌ای که میخوابی چند طبقه است جناب بابا چاکلیت. خودت گفتی در برنامه جناب استاد آرون یوسفی ارجمند، گفتی خانمت هم نامش را گرفتی که نام خانمت نمیگیرم، گفتی فلانی گک دو دانه پشک داریم، یک پشک از بیرون آورده بود، یک خانگک بسیار لوکس برش جور کردیم، برش مچیم که یک فرشک پشمی ماندیم، یک فلانی گک ماندیم، یک بسمندانی گک ماندیم.
به اندازه خانه یک دانه پشکت بابا چاکلیتی سر یک خانواده هراتی ما مصرف نکرده ای. دولچیستی، دولکیستی، هرچی هستی به خودت، مگم اینجا با اویت یک مردم، با فخر یک مردم بازی کردی. زبایر جان بفرمایید.